يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أي مؤمنين از گمانها پرهیز کنید بر روی گمانها شما فیصله نکنید ان بعض الظن اثم بعضی از این گمانها که واقعیت ندارن اینا گناهند ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا جاسوسی نکنید دنبال عیوب دیگران نباشید و نسبت به دیگران غیبت هم نکنید این شامت و زشتی غیبت اینه ایحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه آیا شما دوست دارید گوشت برادر مسلمان خود را در حالی که مرده هست بخورید فکرهتموه شما این را زشت میدانید اگر واقعا زشت میدانید برادر مسلمان را خواهر مسلمان را غیبت نکنید در مجلس شما اجازه ندید نسبت به برادر مسلمان و خواهر مسلمان غیبت و بدگویی بشه واتقوا الله از خدا بترسید ان الله تواب الرحیم اگر اشتباه کردید برگردید خداوند متعال می آمرزد بزرگ دیگر چه جالب می فرماید صدایی که شما می دهید ندایی که شما بالاخره اعلام می کنید در حقیقت به خود شما برمی گرده شما برید کنار کو بگوید الله این کو جواب می ده الله شما بگید سبحان الله کو جواب می ده سبحان الله شما بگید الحمدلله کو جواب می ده الحمدلله اگر بلا تشبیه بلا نسبت نعوذ بالله فاش بدید کو به شما فوش می دهد فقیه را ذکر می کنند میگه یکی صاحب فرزندی شده بود امسایه ها را دعوت کرد و این عزیز و نور چشم خودش را به اونها نشان داد یکی آمد و گفت ماشاءالله چه طفل زیبایی هست این در آینده پادشاهی میشه امسایه دوم گفت ماشاءالله این چقدر حسین و زیبا هست چقدر زیرک و باهوشه در آینده ثروتمند و تاجری میشه اما سومی گفت این کودک را که من اینطور میبینم اینطور زیبا و جمیله فردا میمیره سخن جایش نبود محلش نبود پدر و مادر اون کودک خانوادهش حمله کردند این مهمان را زیر لگد و مشت گرفتم و گلایه کرد مگر این نمی میره گفت چرا می میره اما الان وقتش نبود گاهی سخنهای ما به محلش نیستم به جایش نیستم به خود ما ضربه می زنم حیثیت خود ما را زیر سوال می برم از این جهت الله تعالی به ما تعلیم داده رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده که مجلس ما مجلس خوبی باشه مجلسی باشه که در اون ذکر و یاد الله تعالی باشه مجلسی باشه که ما ذکر جمیل خوبی های عزیزان و برادران و مسلمان ها را بیان کنیم چه شده است که در مجلس ما سیرت صحابه بیان نمیشه سیرت مجاهدین اسلام بیان نمیشه سیرت قرآن قاریان و حافظان و علمای ربانی بیان نمیشه سیرت اولیا بیان نمیشه چرا؟ چون ما دسترسی نداریم اهل مطالعه نیستیم نمیخوام اینها را یاد بگیریم اما همه اش غیبت الله تعالی همه ما را پناه بدهد امینجا من توبه میکنم و به سرورانم میگویم به بارگاه الله تعالی توبه کنید و برگردید چون خداوند متعال وعده داده ان الله تواب الرحیم کسی برگرده الله تعالی مهربان هست او را میپذیره